در حوالی جزیره کیش مدتی است اولین موزه زیر آب کشور تشکیل شده است. در واقع با هدف گسترش زیستگاه مرجانی بوده به همت اداره محیط زیست سازمان منطقه آزاده کیش که از سال 91 در واقع استارتش خورده شد. بوده 6 تا مجسمه است که داخل آب قرار داده شده با موضوعات مختلف. خب شما این مجسمه رو سال 92 درست کردید. اخیراً شایعات خیلی زیاد شده. شما خودتون چه شایعاتی شنیدید؟ شایعه که بیشتر راجع به این بوده که مجسمه کوروش یا ارتباطی داره به هخامنشیان که اصلا همچین چیزی نیست. حالا با عناوین مختلف که توسط شهرداری بوشهر این در واقع کار شده یا نیروی زمینی ارتش بوده، نیروی دریایی ارتش بوده یا اینکه حالا مجسمه بوده که از جای دیگه‌ای در واقع دزدیده شده اومده اینجا نصب شده که همچین چیزی نیست. پلاک رو توی این تصویرها کاملا محوش کردم. کاملا اون قسمتی که حتی خودم عکس گرفتم رو اینو کاملا محوش کردن که اسم مشخص نباشه، تاریخ 2013 اصلا مشخص نباشه که بتونم به حال این شایعات رو گسترش بدم. و اما مشخصات مجسمه یه مرد پارسی، پوسته فایبرگلاسه که داخلش تزریق بتن شده، چیزی حدود 2.5 تا 3 تن وزنشه، به صورت وزنی توی آب قرار گرفته. 2.75 حدوداً 2.75 متر ارتفاع مجسمه است. تو چه عمقی قرار گرفته ای؟ عمقای مختلفه ولی حداقل عمقی که اونجا هست 6 متر تا حد اکثر 10 متر. خب الان کسی بخواد از این مجسمه ها یا از این موزه بازدید بکنه کجا باید مراجعه بکنه؟ این به حال با جی پی اس نقطه یابی شده، یعنی سایت های غواصی جزیره این نقطه رو دارن و علاقمندانی که بخوان برن بازدید بکنن رو میبرن به همون نقطه.